بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر شما و تسلیت بابت فرستن این ایام. ما یه 7 جلسه جای دیگر سخنرانی داشتیم بابت موضوع مقاماتی که در زیارت عاشورا داریم. من یه 5 دقیقه 10 دقیقه اول یه خلاصه بعد از اون رو بگم تا عزیزانی که برای اولین بار دارن بحث رو میشنون در واقع در جریان قرار بگیرن. زیارت عاشورا یه دعای معمولی نیست، یه زیارتنامه معمولی نیست. دست زائر رو میگیره، دست مؤمن رو میگیره، از وسط منجلاب شمر بودن بیرون میکشدش تا حسن حسین امام حسین میبرش. اصلا زیارت عاشورا برنامه زندگی کردن تو آخر الزمان. من دعایی رو ندیدم مثل زیارت عاشورا اینطوری خط بده، مطابق خود عمیق بخونی. بنده بی سواد یه وقتی گذاشتم یه 18 تایی مقام تو زیارت عاشورا پیدا کردم. خیلی مقامات زیادی شما میخواد، دعاهای خیلی سنگین و عجیب غریبی در زیارت عاشورا میکنید. ان یبلغن المقام المحمود، من به اون مقام ستوده برسم، ستایش شده. با این مقام چه مقامیه؟ تو قرآن داریم به پیامبر میفرماد که نماز شب تو بخون، نافله شب تو بخون که خدا تو را به مقام محمود برسانه. ببینید چه چیزای خواسته شده. و این یرزقنی طلب ساری با ما امام منصور، من میخوام تو رکاب امام زمان باشم. مقام نیست. اللهم اجعل محیای محیا محمد و مماتی ممات محمد، من زندگیم زندگی اهل بیتی باشه، مرگم مرگ اهل بیتی باشه. شهادت خواستی زندگی معکم فی دنیا و الاخره، اینجا هم با شما باشم، اون طرف اصل کاری و حیات جاویدانم اونجا پیش شما باشم. مقام نیست. 17-18 تا مقام داریم. یکی از این مقامات، بله، یکی از این مقامات مقام براءت و رزقن البراءت من اعدائكم، رزقم کن با دشمناتون اعلام براءت بکنم. ما 7 جلسه تا الان راجع به این صحبت کردیم، هنوز تموم نشده. دیشب من هر کاری کنم تمومش بکنم دیدم تموم نمیشیدم، حیف میشه. مثلا این 5 دقیقه اولم، 5 دقیقه دوم از براءتی خورده بگم که ما راجع به چی صحبت. زیارت عاشورا یه سری افراد لعن میشن. فردن یزید لعن میشه، معاویه لعن میشه، اسم برده دیگه، شمر و لعن الله شمر. این افراد چی کار کردن که انقدر مهمه که به صورت ویژه و شخصی چی بشن؟ لعن میشن. لعن هم یعنی چی؟ یعنی فوشش بدیم؟ نه، لعن یعنی بدتر خواسته برای یک موجود، یعنی نه، از رحمت خدا به دور باشی. فوش در کار نیستا، لعنه. تک تک اینا رو بررسی کردیم. چرا؟ یزید کی بود؟ پدرش کی بود؟ مادرش کی بود؟ چی کار کرد؟ چطور شد؟ اینا رو برید تو همین کانال خودمون از سخنرانی مشاور میتونید گوش بکنید. یه صلوات نیت بفهمید. آقا این فیلم بردار، شما از جلو دوربین رد میشید، اونجا میخواد سکته کنه، زیاد جلو دوربین رد نشید، خدا پدرتون بیامرزه. مورد دوم، یه سری خانواده ها رو لعن میکنه، فک و فامیلشون رو به لعن میکشه. خیلی بزنه آل زیاد، آل مروان، بنی امیت هم قاطع و کل بنی امیه. چرا؟ بعد ببینی زیست این خانواده چطور بوده، تفکر این خانواده چطور بوده، این خانواده چجوری شکل گرفته، سرسلسله این خانواده کی بود، اینا رو بحث کرد. اما این نکته رو گفتیم، یک نفر از بنی امیه خدمت امام باقر رسید، مثل زن بچه مرده داشت گریه میکرد. حضرت فرمود چی شد، چه اینجوری گریه میکنی؟ گفت چجوری گریه نکنم وقتی من ملعونم تو لسان شما و خدا و پیغمبرش. قرآن آیه داره در مورد بنی امیه، شجره ملعونه، میگه خانوادگی ملعونه.
حضرت فرمود درسته تو ژنتیکت از بنی امیه است، اما از مایی، چون تفکرت مال ماست. پس یعنی میخوام بگیم این لعن شدن خانوادگی، نه که مثلا کلا یه ژنی رو فوش بدی نداریم که. میگه تو اینا هم آدم خوب هست، اما اکثریتشون چی هست؟ دوچار این پدر سوختگی. یک سری جریانها لعن میشن. این الزام وسیع تر از خانواده ها. جریانی که جلوی امیرالمومنین ایستاد، جریانی که جلوی ابا عبدالله ایستاد، همه اون جریانی که با اینها مشایعت کردن، همه اون آدمایی که با اینا چی هن بیعت کردن، حالا یکیشون از بنی ایکس بود، یکی از بنی ایگرگ بود، الزاما یه خانواده نبودن. شایعت، بایعت، تابعت، اسرجت، الجمت، تنقبت. شاید مشایعت کردن، باید بیعت کردن، تابعت تبعیت کردن، اسرجت، زین گذاشتن رو اسب خودشون نبودن ها، اسب رو آماده کرد که شوهرش بره به جنگه. الجمت، لجام زدن، تنقبت، نقاب زدن، لقتالک، برای کشتنتون، برای جنگ با شما. اینا هم لعن میشه. از این مهمتر، یعنی چه گفتم، اینا که مهم بود دیگه، از این مهمتر هم داریم که تو براعت شما به اینجا برسیم که میگه آقا جانباز جنگ صفین، شمشیر خورده جنگ صفین کی؟ شم. که اگه شمشیر محکم‌تر خورده بود ما الان داشتیم گفتیم شهید شمر. تعارف داریم؟ شمشیر محکم‌تر خورده بود شهید شم. تو رکاب کی؟ امیرالمومنین. چی میشه به یه جایی میرسه که 12 نفر اومدن سر مبارک رو ببرن، نتونستن این ملعون این کارو کنه؟ یهو چی شد؟ این بذار ببینیم چی شده. سلولای شم فرق کرده، قیافش فرق کرده، رفت عمل جراحی کرد، صورتش عوض شده، جسم همون جسمه، روحیات فرق کرد، صفات فرق کرد. سر اینجا خیلی بحث داشتیم ما، و خلاصش رو بگم اینه که مبادا اون صفات شمرگونه همین الان در من و شما هست و داریم یه ولعن الله شمرا. شمر حسود بود، شمر کنایه‌گو بود، شمر شکم پرست بود. اینا اومده ها، اینا در تاریخ اومده، مثلا یه جایی از تاریخ برداشت میشه. اینا شمر زیرابزن بود، شمر زیراب عمر سعد هم داشت میزد پیش ابن زیاد دیگه، میخواست جاشو بگیره. شمر اهل اجحاف بود، طرف رفت خمسش رو حساب بکنه خدمت یکی از علما، اون عالم گفت امسال خیلی خمست زیاد شده ماشاءالله درآمد زیاد. گفت نه میدونی چی شد، یهوی قیمت ها کشید بالا، ما همون خرید قبلی همونم با همین قیمت جدید زدیم به حساب ملت. نگاش کرد گفت اجحاف کردی در حق مردم. گفت این اجحاف که گفتی یعنی چی؟ گفت بگم یعنی چی؟ گفت نه. آره بگو. گفت پس برات میگم. وقتی شم رفت گودال، امام حسین بهش گفت ببین تو سر منم نبوری، من کارم تمومه، ببین چطور داره ازم خون میره، یه دقیقه باش سن کنار، کارم تمومه. گفت نه، باید سر ببرم. گفت به این میگن اجحاف. متوجه منظورم شدی؟ روزی 100 بار نشسته میگه ولعن الله و چی؟ شمرا. داره کیو لعنت میکنه؟ خودش. عجب؟ براعت این نیست که تو بری بگردی یکی 1400 سال پیش پیدا کنی اچه درنه درمد بهش فوش بدی که. خیلی دوست دارم براعت تو همین حد بفهمن، چون دوست ماها دوست نداریم خودمونو تغییر بدیم، سختمونه، بهمون بر میخوره. آقا شمر انقدر تو عذابه که آدم 1000 شمرم باشه پدرش در اومده. سلام. 1000 شمرم باشی بعد سوختی، انقدر اون آتیش داره. اما پیامبر گرامی اسلام فرمود المعمن احب
آدم با همونی که دوستش داره محشور میشه، صفاتش در من تجلی بکنه، صفات شمرگونه و دم از امام حسین بزنم. آقا من گریه میکنم برای امام حسین، خیلی ارزشمنده. جسارتاً عمر صدام روز عاشورا برای امام حسین گریه کرد. میخوای تاریخ ها تغییر بدم تو خوشت بیا؟ اصلا امام حسین شهید نشد، خوبه؟ چیکار کنم؟ وقتی شمر رفت تو گودال، حضرت زینب فریاد زد به سمت عمر صدام، گفت میخوای نگاه کنی ابا عبدالله شهید شه؟ روشو برگره شروع کرد زار زار اشک ریختن. همبازی امام حسین بود. اما گندم ریو چیکار کنه؟ اونو بیشتر از امام حسین دوست داره. براءت جستن از شم. خب یه بابایی بود الان 1400 سال پیش، الان وسط عذاب ما فوشش بدیم فوشش ندیم، اون عذابش از هم اینطوری که گفتیم انقدر بعد خودش هم موضوعیت داره. خودم به لعن الله شمر، خوبه؟ اما نکنه شمرم. این مهمتر، این صفت ها خیلی در واقع مهمتر. ابا عبدالله یه جنگ درست کرد، کاملا هم میدونست کجا داره میره. بعضی ابا عبدالله اینجا تفسیر میکنه، حالا میخواست بره کوفه به قدرت برسه، حالا به خلافت برسه، برای همین هم مسلم ابن عقیل و فرستاد. نه، این برای زندگی دون، برای ظاهر ماجرا باید این کارو کنی. اما چرا اونجا که نامه پیک رسید که آقا اینا مسلمو کشتن، ترما همونجا برگشت به ابا عبدالله عرضه داشت که آقا بریم سمت یمن، حضرت فرمود نه همی بری باید بریم. نه، ابا عبدالله سناریوی کارش مشخصه، اومد یه جنگ درست کرد، تمام اخلاقو آورد در مقابل تمام بی اخلاقی، تمام صفتهای نیکو رو آورد در مقابل تمام پدر سوختگی ها و صفتهای بد، و این به خون و خونریزی هم کشیده شد ماجرا، به سر و صدا کشید تا ثبت بشه تو تاریخ. دیروز داشتم میگفتم تو اون جلسه قبلی، داشت به میدون میرفت پیرهن رو برداشت پاره پاره که از زیر پوشه رو به حضرت زینب فهم بوری پیرهن عتیق یعنی قدیم کهنه به درد نخور برده بیار. شروع کرد با نوک امام صادق میفهمد جدمون با نوک شمشیر شروع کرد تیکه تیکه کردنش. چی کار میکنی برادر؟ فرمود که این جماعتی که من میبینم به هیچی رحم نمیکنن، دوست ندارم به رحم نمیکنن، بماند که همونم در آوردن. یه خود رفت جلوتر یه پیرهن آبی برداشت تنش کرد. حضرت زینب عرضه داشت که آقا جان این پیرهن آبی و این پیرهن لاجوردی برای چه؟ فرمود اونی که واسه زیر پوشه میاد ناامید برنگرده. بالاتر از این میبینید شما، جنگ اخلاق خوب در مقابل اخلاق بد، صفات خوب در مقابل صفات بد. در کربلا حسادت معنی نداره اصلا، تو کجا میبینی اصلا راه نداره، برو اون ور. حسادت یعنی چی؟ یعنی یه چیزی من دارم، یه چیزی تو داری من ندارم، دارم آتیش میگیرم، برسم خط رو ماشینت انداختم، برسم خط رو ماشینت انداختم، این ور اون ور از حسودی تا بتونم پشت سرت حرف میزنم، ولو بابت این حسودیم آیه روایت جور کنم. مگه نمیتونه آیه روایت ابزار باشه؟ چرا؟ چون فکر کردیم مثلا این شمری ها این یزیدی ها آیه روایت نمیخوندن. شم 16 بار پیاده رفته بود حج، عمر صد وقتی میخواست اون عروض لعباش که تو رکابش بودن صدا بکنه، میگفت یا خیل الله، ای لشکر الله، ارکبو، سوار بشید، بتازیم بریم. این لفظ مال پیامبر بود، این استفاده میکنه. آیه روایت کاری نداره که داعشه مای قرآن نمیخونه سر میبرن. من دار ندارم، تو داری، میگم ایشالله نداشته باشه. هر جوری هم بخوام به تو و یا اون داشته چیکار میکنم؟ ضربه میزنم. این دزدیه، قاچاق چیه؟ یه شبه به خدا همین 5 سال پیش اینجا یه موتورگازی داشت میرفت میومد، حالت خوبش چیه؟ من ندارم، تو داری، بعد چی بگم؟ بگم ایشالله اون داشته باشه، الله اون مرزق نا خدای به ما هم بده. این اسمش چیه؟ قبطه.
می با حالش قبطه میخورم این خوبه، حسادت مال مؤمن نیست. این که چیزی نیستش که، از این بالاتر هم داریم. این دفعه برعکسه، من دارم تو نداری، بهت میدم. میشه چی؟ ایثار. فدا میکنم برای تو هر چی دارم، برای جونم. کربلا یه چیزایی رو کرده از اینم بالاتر، مواسات. من دارم تو نداری، خواهی که بهت بدم که میشه ایثار، اما نمیتونم اونو بهت برسونم. چرا نمیتونی برسونی؟ به خاطر اینکه فاصله داریم. من 1400 سال بعد از امام حسین به دنیا اومدم، چجوری کمکش کنم؟ من آب دارم، من نمیتونم به امام حسین برسونم. آقا فاصله مکانی داریم، نمیتونم تو اونجا باشم. درست شد؟ حضرت عباس رفت تو آب تا رکابش رفت وسط شط تو علقمه. من آب دارم، اون آقا آب نداره. مواسات، چون نمیتونم بهش برسونم منم استفاده نمیکنم. تمام صفات خوب با در مقابل تمام صفات بد در مقابل هم قرار گرفت. اون بر لشکر ارازلوباش، لشکر تاریکی ها، لشکر سیاهی ها، تو آقا یکی زدی کشتی، دشمن قبول قبول زدی کشتی، تیکه تیکه کردن یعنی چی؟ این یعنی چی آخه؟ بری پیکر مطهرتو گودال دارد بری بذاری وسط دشت، از قبل اسبار و نعل تازه بزنی، این دیگه یعنی چی؟ همون جریان فکری امروز هم هست. تو سوریه این بچه های ما رو دیدید نشون داده، این داعشی ها دستگیر کردن بهش آب داده بودن، آب معدنی داده بهش. اونا محسن حجاجی رو گرفتن، چی کارش کردن؟ نمیدونیم چه ها کردن. حالا میگن ظاهرا قاتلش الان معلومه صحت داره یا نداره، بعد بشینه خودش روزه رو یه بار او بگه چی کار کرده. اما اون چیزی که مشهوده اینه که سر از تنش جدا کردن، بعد بدن رو تکه تکه کردن، انداختن تو بیابون، رها کردن تو بیابون. همونجوری حیوانات درنده اومدن گوشت این بدن رو خوردن، یه تیکه استخون آورده بودن. پیامبر جنگاش تموم شد میفرماد اول جنازه رو دفن میکنید. بزه بی احترامی نمیداد، جنازه چی کار داریم؟ ما با صفت اون آدم مشکل داشتیم، با جسمش مشکل نداریم که. یه جسم مثل بقیه جسم. 7 میلیارد جمعیت کره زمین همچین جسمی هم، دست و پا و چش و گوش و پا، اینا مشکل نداریم که. با اون تفکری که این دست و پا و چش و گوش رو توی مسیر غیر الهی کار میبره بشه. برئتو الالله و الیکم من هم، یعنی از اینا. حالا براءت چطور میفهمیم ما؟ در ادامه اینجوری بیش پیش اومد، خداوند متعال حکمتش اقتضا کرد یک سنتی گذاشت تحت عنوان سنت اختلاط. کفار و مؤمنین رو با هم قاطی کرد، یه سری از صفتهای اونا سمت ما میاد به واسطه این زیست مشترک، یه سری از صفتهای ما هم سمت چی؟ اونا میره. این باعث میشه چی بشه؟ یک، امکان هدایت کفار به وجود بیاد. بالاخره اونام آدم هم یه خدا میخواد هدایت شما، بعضیشون هم هدایت میشه. مثل کی؟ هور. هور امام زمانشون مستعصل کرده بود، نمیذاش چپ بره نمیذاش راست بره، 3 روز گیر انداخته بود امام حسین. نمی بود شاید ماجرا کربلا رقم نمیخورد. تو آخرین خطبه این که ابا عبدالله خون، تو 17مین خطبهش 17 تا خطبه خونده حضرت، 18 نفر از سپاه دشمن برگردون. برگشتن همونجا حمله کردن به سپاه و مدرسه. تو آخرین بار که به میدون رفته همه به شهادت رسیدن. آخر خطبه که میخونه 17 نفر 18 نفر برمیگردن. وسط جهنم بود برگشت، رفت وسط بهش. اینا حواسمون باشه. این شراکت و مخلوط شدن، اختلاطی که شکل گرفته برای چی؟ برای اینکه ما مؤمنین بتونیم انشالله مؤمن باشیم، بر کفار و مشتکین چیکار کنیم؟ تأثیر بگذاریم. 2، یه سری از اخلاق خوب مؤمنی رفته سمت اونا،
اون خلق مال اون نیست. روایت میفهمد آریه است، امانتیه، مال خودش نیست. چرا اونو گذاشته؟ روایت میفهمد اگر اون خلق رو به اون نمیدادیم یک نفرم مؤمنین رو کره زمین زنده نمیذاشتیم، همه تونه تیکه تیکه میکنن. کمان که در جهنم این اتفاق میفته، در جهنم صفتهای خوب از این کفار چی میشه؟ گرفته میشه. صفتهای بعد هم از چی گرفته میشه؟ مؤمنین. قبلش قشنگ صاف و صوفت میکنن، بعد میری تو چشمه تسنیم میشورد امیرالمومنین، میری بهش. صفت خوب جاش تو جهنم نیست، صفت بد هم جاش تو بهش نیست. صفات خوب که از جهنم یا گرفته میشه مثل وحوشن، یعنی از اون بغلا فقط تو رد بشی، تیکه تیکه میکنن. و از الوحوشو بشرت، حیوانی چیه پیششون ها؟ اونا چون هیچ چیز مال اونا اصلا گوهرشون اینه، ذاتشون اینه، مال اونا نیست. خوبه نهایت داشته باشی. این اختلاط لازمه و هر چی پیش میره ما باید خداوند رو متعالی سر حجت هایی میفرستی که نه چی میشن؟ تفکیک میشن. تا آخر الزمان هر چی به سمت ظهور بریم تفکیک چی میشه؟ بیشتر میشه. بیانه لازمه، حجت لازمه، دلیل آشکار لازمه. بزرگترین بیانه رو خود قرآن رسول گرامی اسلام میدونه، بعد صحفی که با ایشون هستن و ایشون قرائت میکنه، ایشون یه قرآن بیشتر نداشتن، صحف چرا جمع بسته شده؟ برخی میگن منظور اصلا انجیل و تورات رو برای یهودی ها و مسیحی ها میخونه، اینم درسته، بله، برای اونا با انجیل برای مسیح استناد میکرد، برای یهودی این میشه دلیل خوب دیگه، اما مراد از صحف امامایی که ودیشون بودن. مثلا شما نگاه کنید ببینید سر آقا رسول الله همه مسلمان ها اجماع دارن، با هم مخلوطن، میبینید امیرالمومنین میاد یهویی تفکیک سنگین انجام میشه، کفر یه عده آشکار میشه، میریزه بیرون. داریم تو عصر غیبت این بیانه در دست برخی از مؤمنینه، این حجت، یعنی مؤمنین باید جوری رفتار بکنن. این یعنی چی؟ یعنی شروع کنن مردم رو قلق هم کردن؟ نه، اینقدر باید حجت و دلیل در دفاع از مذهب و مکتبشون بیارن که آدم که ذاتش درسته بیاد سمت ما، آدمی هم که بده حجت برش چی بشه؟ تموم بشه بره اون طرف. ما دنبال نیستیم ملت جهنمی کنیم، ما به هدایت فکر بکنیم. ببین امام حسین علیه السلام چقدر برای حور وقت گذاشت، چقدر وقت گذاشت، ما اینو باید بفهمیم. این اختلاط هست، ما باید فضای گفتگو رو فراهم بکنیم. آقا ما برادر اهل سنت رو میگیم شما امامت رو قبول ندارید، اوضاعتون خرابه، مؤدبانه هم میگیم، توهینم نمی کنیم، میگیم من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه، بمیره امام زمانه نشناسه، تو که منابع کتابی خودتونه، بگو امام زمانه کی الان، من مات ولیس فی عنقه بیعه، مات میتتن جاهلیه، اینا همش که منابع صحیح اهل سنته. چرا این حرفو میزنم؟ میگم برای اینکه بهت میگم برادر اهل سنت، برادر به حال برادر دل میسوزونه، دلم میسوزه از اون دونه گرفتار آتیش بشی. او به من میگه نه مثلا این کاره که شما میکنی اشتباهه، بیاد به من اثبات کنه، من دستشو میبوسم. من اون وهابیه به من میگه مشرک دیگه، درسته؟ میگه شما مشرکی. میگم بسم الله خدا پدرتو بیامرزه، شرک تنها گناهی که بخشیده نمیشه، بیا به من اثبات کن مشتکم، من پای تو رو میبوسم. من تعصب که ندارم بگم الزام من بر حقم، بیا بشیم بحث علمی کنیم، اما بحث چی علمی؟ بحث تعصبی نه. امام المتعصبین که ابلیس، ابلیس دوست نداره حرف علمی رد و بدل بشه، فضا رو عصبی میکنه. این کسایی هم که با توهین کردن و مقدسات یک عده دیگه فضا رو عصبی میکنن، اینا دقیقاً مسیر ابلیس رو دارن. چرا؟ چون با این کارشون چیکار میکنن؟ نمیذارن این اختلاطی که صورت گرفته تفکیک سریع‌تر انجام بشه، فوش دادن که حجت نیستش. که یه موقع است من میام به شما شیعه ها میگم که آی شیعیان من امامت رو قبول
ندارن. شما چی میگی؟ میگی بیا بشین برد اثبات کن. از قرآن اثبات کنم؟ من اهل سنت هم مثلا میگم امامت رو قبوله. از کتب خودتون اثبات کنم؟ به من میگی؟ میام بیا اثبات کن. یه موقع از زبونم هزار مرتبه لال میای میگی من اون امامای چهار تا فوشم میدی. زبونم لال هزار مرتبه. قبولم. اینجا دیگه شما بحث علمی میکنید با اون آدم؟ چیکارش میکنی؟ بله. همون کاری که اونا دارن میکنن. میگی برم بکشمش. بذار 10 تاشونو بکشم غنیمت خودم رو مردم به درک منفجر میکنم. قرضاوی که تو قطر بود پول بهش میدادن فتوا میداد واسه سوریه. چند سال بود رو بحث وحدت شیعه و سنی از علمای الازهر مصر بود دیگه. پادشاه قطر پول داد بردش قطر. بعد همین پارسال بود اومد یه سخنرانی کرد. گفت آقا وحدت رو بذارید کنار، وحدت با شیعه رو. گفتن چرا؟ گفت من هر چی نگاه میکنم میبینم ما داریم ضرر میکنیم. تو فضای وحدت بحث علمی مطرح بشه کی برد میکنه؟ بعد همزمان با اون اونوری که نگران اشاعه مذهب تشیع یه عده تو داخل حرف قرضاوی رو دارن انجام میدن. تعجب برانگیز نیست؟ شک برانگیز نیست؟ اونا شک کنی؟ اینا رو خیلی مهمه ها. از اینا مهمتر در مورد براءت چی گفتیم؟ افراد، خانواده ها، جریان ها، صفات. اینی که ابلیس میاد یه کار دیگه میکنه که تو آخر روزم موفق شد. ما هم از سر شانسمون که البته شانسی در کار نیست، ما در عالم زر خودمون انتخاب کردیم این موقع به دنیا بیاییم، توی همچین شرایطی به دنیا بود. اون چیه؟ که ابلیس موفق شده یه کار خیلی عجیب غریب انجام بده. چیکار تونسته بکنه؟ تونسته اون صفات رو جمع بکنه، کنار هم بچینه، یه ساختار از توش در بیاره، یه سبک زندگی بسازه. این بدترین حالت ممکنه که ما درگیرش. روایت عجیب غریبی داریم تو این زمینه، من بتونم پیدا کنم براتون، خیلی جالبه. واقعا عجیبه. حالا به وقتش رسیدم، خواستم خود زودتر روایت رو بخونم، پایین‌تر نوشتم براتون بخونم. اینجا میاد یه ساختار درست میکنه. شرک هم شرک جلی نیست شما تشخیص بدی که، اصلا شما مرد عادی شده چون شد سبک زندگیت. یه سوال از ازم، شرک یعنی چی؟ یعنی غیر خدا رو بری سجده بکنی. به جای مثلا رو بریم نماز بخونیم، رو به قبله نماز بخونیم، بریم رو به سمت بت هبل مثلا نماز بخونیم، کسی اصلا این کارو بکنه؟ خدا وکیلی نه. خیلی آسون بوده کار مسلمانای صدر اسلام. ما دوچار شرک خفیم. برای همین میفرما تشخیص شرک از تشخیص مورچه سیاه رو سنگ سیاه تو شب سخت‌تره. اصلا خیلی سخت باشه دیگه. میدونی چرا؟ چون شده سبک زندگیت، چون خودت هر روز داری اون کار رو انجام میدی، میکشه تو زندگی. 20 سال پیش یه نفر تو خیابون میدیدی یه سگ توله سگ بغل کرده داره میره، چقدر تعجب میکردی؟ سگ میدی تو ماشین ورداشت، تو ماشینش رو همون ماشینی که خودش میشینه گذاشته، چی با خود میگفتی؟ ای دادی بیدی موی سگ نچسبه اونجا، ای با این نجس نکنه اونجا رو، درست یا نه؟ الان هم سگ تو خیابون میبینی مثلا توی ماشین تعجب میکنی؟ دیدی چی شد؟ ساختارها رو اینجوری میسازه. یعنی یه کاری میکنه میشه. شما یه سوالی ازت، مثلا شما به اعراب جاهلی میگفتی که آقا سلام چطوری سعد؟ میگفت علیکی سلام. سعید مثلا داشت دخترش رو دیروز زنده به گور کرد. اوه فکر کردم چی شده، و زنده همه میکنن من چی؟ فرهنگشون شده بود. ابلیس میاد تو این اختلاطی که صورت میده فرهنگ میکنه اینا رو. تو اون سبک اون از قبل به دنیا آمدن اون برنامه‌ریزی داره. امروز اینجوری نیست. به دنیا آمدن، مهد کودک رفتنت، درس خوندنت، دانشگاه رفتنت، سر کار رفتنت، حقوق گرفتنت، پیر شدنت، خونه سالمندان رفتنت، مردنت، همه مشترکانه است.
نگفتم کافرانه است، گفتم چیه؟ شرک قاطی داره. شما 5 سال پیش میگفتی تو مملکت ما آقا ما مراسم جشن طلاق داریم. واه میشه والا دارم میگیرن دیگه. اصلا طلاق میگن جشن. مگه جشن گرفتن داره جدای دو نفر؟ به اومده فرهنگه. آروم آروم تغییر. این حالا مرد میخوام بالبراعت من اعداد با به قبقبت میندازه اینجوری میگی، مرد میخوام بیا اینو تفکیک کنی، از این براعت بکنی. جیگردار میخوام بیاد این کارو بکنه، یزید فوش دادن کارو بیا همجه فوش بکنه، لعنت بر یزید. 1400 جون مرده دستمون بهش نمیرسه. مرد یه طرف داره به یزید فوش میده، خودش تو سبک زندگی یزیدیه. ساده ترین و پیش پا افتادن و زمخ ترینش تو چش ترینش اینه، به یزید فوش میده، خوش عرق میخوره. بعد این با خودش نمیگه سبک زندگی یزید اینجوری بود که عرق میخورد؟ همون موقع که داشت چوب میزد به لبای مبارک ابو عبدالله عرق خورده بود. صد سال نمیتونی تشخیص بدی. میگه امام حسینی باید بشی، به نور وصل بشی، بعد از یزیدی ها بدت بیاد، بعد دائم به اون صفات فکر بکنی. خب بابا الان ما اینقدر عمر ازم گذشت، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 90 سال، چقدر هی هر سال همین روزه ها داره تکرار میشه. روزه جدید که ساخته که نمیشه که، حتی بعضی میسازن الان من نمیدونم، روزه جدید که ساخته که نمیشه که، همین هایی داریم تکرار میشه. اول روزه رو تعریف میکنه، همه میزنن زیر گریه، چون میدونم میخواد چه اتفاق بیفته. بابا تو دل این تکرار تو باید متوجه اون اصل بشی، متوجه اون صفات بشی، ازش فاصله بگیری. شیطان اومد چیکار کرد؟ ببین قبل این خدا محور بود، مثل یه پرگار، یه پایشو میذاری رو مرکز، اندازه رو خدا تعیین میکنه. طرف یه خوشش میاد گفت ماشاءالله، آرزوی چیزی میکرد گفت انشاءالله، عصبانی میشه لا اله الا الله، تعجب که الله اکبر، همین خدا تو لای حرفات بود. شیطان اومد چیکار کرد؟ گفت ببین پیغمبرا میگن بیا مثل من خدا رو بپرست. پیغمبر این کارو میکنن دیگه. پیغمبرا عجیب غریب میلی ندارن که بگن بیا 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 این گنجو بده کم بیا با هم. اصلا شما دقت کردی تنها داشته ایه که حسودی سرش نیست. داشته های دنیوی سرش حسودی داره. مثلا طرف یه پولی داره بیا بیا به تو هم بدم. نه بابا، 20 تا رمز میذاره تو 40 تا گاوصندوق قایمش میکنه. اما دست رفیقشو میگیره بیا بریم هیئت. چرا اینجا حسادت نداره؟ چون الهیه دیگه، همه رو میخواد شریک کنه در این کار. شیطان چی گفت؟ شیطان هم یه حرف زد. پیغمبر رو یه جمله گفتن، گفتن مثل من بیا خدا رو بپرست. شیطان چی گفت؟ گفت تو هم بیا مثل من خودتو بپرست. چه اتفاقی افتاد؟ اون که غربی بهش میگن اومانیسم، اصالت انسان دیگه، من مهمم. وقتی من مهم شدم، ببخشید اینجوری میگم، گروه بابای بقیه، من ببین، من مثلا فرض کن مثال میزنم، چه میدونم سخنرانم، میام از صنف سخنرانا دفاع میکنم. چرا؟ چون خودم هم یکی از همون سخنرانا، دعوا میکنم، ران تاکسی هم اسنپ را افتاده، میام چیکار میکنم؟ دفاع میکنم از حق ران تاکسی. این بد نیست که دارم میگم الزامن، گوش کنید. اما حالا یه سال من راننده تاکسی یه مسافر اونجا باشه، به رفیقم میگم تو برو بزن، یا میپیچم جلوش باز توی اون صف کی مهمتره؟ خودم دیگه. ببین غرب الان من یه سوالی دارم، شما وقتی خدای وسط نباشه هیچ، چرا شما باید خوبی کنی؟ آخرتی نباشه، میگه نه خدای هست نه بهش نه جنت، چرا باید خوبی کنی؟ چرا نباید یه نفر تنها تو خیابون دید چاقو نزنی بکشیش پولای تو جیبشو برداری؟ اگه این کار نکنی خریات کردی. آره دیگه، چون پول بیشتر یعنی چی؟ رفاه بیشتر، رفاه بیشتر یعنی اشغال بیشتر.
من چند سال میخوام کنه 70 80 سال پس من نمیخوام بمیری خاک و خاکستر بشی دیگه، اون دنیا هم که وجود نداره دیگه، اینجوری گفتن دیگه، پس چرا نباید این کارو بکنی؟ غربی اینجا من چیزی میگه، میگه که ببین ما چرا نباید دیوار مردم برم بالا، برم همه پولاشو یه جا بردارم. به کسی چه؟ میگه نه، اگه دزدی کنی دزدی کردن مد میشه، دزدی کردن مد شد خونه خودت هم چیه؟ دوز. برای این نباید این کارو کنی. نه استدلالشون اینه ها. من یه چیزی میپرسم، میگم جسارتا من یه سوالی دارم اینجا. میگم من پارتیم کلفته، پارتیم کلفته، خونم هم کجاست؟ تو یه جایی که شما به خواب شبت هم نمیتونی بری بیای اونجا. 20 متر دیوارامه، بالا سرش هم 4 تا برجک داره، 10 نفر آدم هم مسلح دارن محافظت میکنن. مطمئنم کسی نمیتونه بیاد دزدی. حالا دزدی باید بکنم یا نکنم؟ میگه بکن. میگه جنگ تو منطقه درست نکن، تو دنیا جنگ درست بکنی جنگ کردن باب میشه، به خودت هم چیه؟ حمله. میگم من بمب اتم دارم، ناوهای آنچنانی دارم، موشکای دوربرد دارم، مطمئنم کسی جیگر نمیکنه من حمله بکنه، حالا میتونم جنگ بکنم یا نه؟ بکن. داری میکنی دیگه، افغانستان عراق بابای عمر در آوردی. من اینجا مهم میشه، همه دنبال این منشونم. اینو بذار کنارم، فرهنگ عاشورا میدویدن من زودتر به میدون برم، دقیقا از من گذشتن بود. میبینی شیطون آدم پرستی رو دیگه اینجا بهت نمیگفتن که این بت سنگی رو بپرست، پیغمبر خدا هم بیا دو تا استدلال برات بیاره بگی خودت تو خودت اینو ساختی، بعد تو هم یه خورده گیر کنی بگی خب راست میگه، بعد مثلا هیچی نتونی. اینجا میگه خودت رو بپرست و اون حب نفسی که وجود داره شما نمیتونی، میتونی از این یعنی اینجا براعت جستن از چی شد؟ از خودت. بگی من از خودم براعت میجوام، چقدر سخته. من که خودم هم که بعد از خودم هم براعت میجوام، چقدر کارو پیچیده کرد. یه ساختار ساخته شیطون، گفت ربا بعد جنگ با خداست، اومد ساختارمندش کرد، بانکو به وجود آورد، یه کاری کرده. اصلا بیان تو آخر زمان آقا رسول الله فرمود ملت یا نزول میدن یا نزول میگیرن یا گردی از نزول به زندگیشون نشسته. اصلا نمیتونی این کارو نکنی. حالا میتونی تفکیک کنی از اون اختلاطی که گفتم با مشرکین و کفار شکل میگیره، چقدر کار سخته. آدم پرستی بود شد، الان طرفدار دارن، طرفدار فلان سخنران. حالا این سخنران این رائفی پور همه حرفاش درسته؟ نه. مگه پیغمبره؟ مگه خداست؟ بی خود دفاع میکنه از اون سخن. طرفدار فلان مداحه. ببین شاید بگه آقا مدعای اهل بیت داره میکنه، سخنرانی برای اهل بیت داره میکنه، درسته محتوا درسته ظاهرا فلان، اما شکل تو شکل شیطانی. تو اینجا هم رسوخ کرد. اصالت پول مهمه. چرا؟ چون پول رفاه میاره. برای کی؟ برای من. گفتی من مهم شد دیگه، هر چی به من برسه پول پول. پس اون سخنرانی که پاکت آنچنانی میگیره و مدعایی که پاکت آنچنانی میگیره چیه؟ چقدر محتوا براش مهمه؟ هیچ. چقدر مخاطب براش مهمه؟ هیچی. چقدر منطقی که میخواد بره صحبت بکنه مهمه براش؟ هیچی. کجا پول بیشتر میده؟ ابن زیان به یه عده گفتش که برید کربلا، گفتن پول بده، گفت خزانه خالی شد انقدر بخشیدیم و اینا، به اندازه یه باک بنزین بهشون بنزین دادن که خودشونو از کوفه برسونن تا کربلا. هم مسیری که ما پیاده میریم کوفه یه نجف دیگه چسبیدن به هم بنزین. آره یه توبره جو بهشون داد برای اسبشون، گفت برو، گفت چیزی گیرم، گفت برو همونجا پیدا کن، برو از غنیمتو برای خود. برای همین 30,000 نفر آدم، چند تا آدم به شهادت رسیدن، بقیه هم خانواده‌هاشون مونده. برای همین برای هر پیکر مطهر 40 نفر ریختن برای غنیمت جمع کردن. چرا انگشت رو با انگشت در آورد؟ میگفت طول میکشه یکی دیگه از دستم نقاپه. اصالت پول میتونی اعلام براعت بکنی از این؟ میتونی کار کنی امروز زندگیت مبنا پول نباشه؟
امروز صبح سوار تاکسی شدم، یه من خدا ما رو نشنو، پیرمشکی تنش بود، پیرمشکی تنم بود، با هم حال کردیم. حالا دیگه فردای عاشوراست، خودی امام حسینی تا نشستم گفتش که حالا تاکسی خطی بود، گفت دوست داری دربست ببرمت؟ چند چیز نگاش کردم، گفت یه شوخی کردم بابا نترس، شوخی کردم یه خورده انرژی مثبت بدم. گفتم مرد حسابی به مسافر چه اینجوری این انرژی مثبت میشه؟ داشتم سکته میکردم. مثبتش اینه که بگی چی؟ بگی صلواتیه. بعد خندی، گفت حالا که اینطوریه به عشق عزادار امام حسین صلواتی میارم. گفتم نه آقا فلان، حالا قسمتونه. بعد یوهوی وسط را 50-55 سالم سنش بود، خیلی آدم داشمشتی بالی بود، یه وسط را گریهش گرفت. گفتم چی گریه میکنی آجی؟ خودمونم بود، هیچ مسافر دیگه هم نزد، یعنی اصلا جور نشد که مسافر بود. گفتم چی گریه میکنی؟ گفت من آشپز امام حسین بودم، امسال نتونستم برم، دلم آتیش گرفته. گفتم چرا؟ گفت مادرم مریضه، دائم مجبور بودم برم خونه میگشت. بعد من ماجرای اون عربی رو تعریف کردم که از یه فرسخی میومد، از چند فرسخی میرفت حرم امام حسین. اون عالم دید تا رسید جلو زری، گفت السلام علیک یا عبدالله. امام حسین تو زری اومد بیرون بغلش کرد، گفت علیک السلام. تو حالت خواب بود، دید اینو یوی از خواب پرید، دید 5 دقیقه بعد همون جوانی که تو خواب دیده بود اومد، رفت جلوشو گرفت، گفت تو داستانه چی؟ من همچین چیزی دیدم. گفت من هر شب جمعه پدر و مادر پیرمو یکی در میون میارمشون زیارت. این هفته نوبت مادرم بود، بابام جرزنی کرد، گفت منم باید ببری. گفتم بابا ما یه مرکب بیشتر نداریم، ما تو رو چجوری ببرم؟ گفت منم باید ببرم. گفت دلشو نشکوندم، مادرم سوار مرکب کردم، بابام هم سوار خودم. رسیدم اینجا، چون دیرم شده بود، راهمون دور بود، باید برمیگشتیم، فقط اومدم تو گفتم السلام علیک آقا عبدالله، برگشتم دوباره بریم. این دیده بود که تو اون حالت معنوی که این کارو می‌کنی، که انما امام حسین اومده بیرون بق بق. قسمت بود، امام حسین منو گذاشت سر اون که نمی‌رسم، من سخنرانم که منو گذاشت سر راهش، اون با من این شوخیو کرد، من اینطوری گفتم، ظاهرا تو دلش مونده بود، نرفته بود هیئت. امام حسین منو مأمور کرد از نظر من، یعنی میگه ما مأمور خدا میتونیم باشیم، دلیل بر خوب بودن آدمم نیستا. آره یعنی فکر من آدم خوبیم، نه دلیل نمیشه. آمریکا مأمور خدا بود صدام بندازه بیرون. آره مأمور شدم اونجا بهش بگم که چی؟ نگران نباش، امام حسین بغلت کرده، تو همینجا داری میزنی. این صحبتم که تموم شد، رسیدیم سر تقاطع اون خیابون با امام علی، زار زار شروع کرد گریه کرد. بعد پیچید بنوزه تو اتوبان امام علی، داشت گفت میخوام برم. گفتم گفت نه، بعد برم به مادرم سر بزنم. یعنی کارشو ول کرد، رفت سراغ مادرش. ببین توی این طرف ماجرا اصلا پول مهم نیست. ببینی الان این هیئت‌ها داره برگزار میشه، دولت کمک میکنه ها، شما پول تاکسی میدید، خستگی به جون، این قضایی که مثلا میدن دولتی و حکومتی، مردم از جیبشون دارن خرج میکنن. آقا اربعین پیاده میری، این عراقی ها ایرانی ها که میرن موکب میزنن، از کشور دیگه موکب میزنن، گریه نمیکنن، منتتو نمیکشن، بیا اینجا غذا بخور. میبینی اصلا دستگاه ابو عبدالله، گفتم دیگه این جنگ درست شد که ابو عبدالله تا ابد شرک و کفر رو از اسلام حقیقی جدا کنه. حالا صحبت از فقط یزید این طرف ماجرا و امام حسین طرف ماجرا نیست، صحبت از رفتار یزیدی و رفتار امام حسین. ما نگفتیم پول در نیارید، ما گفتیم کل دنیاتون پول، معیار انتخاباتون پول نشه. جوان مثل دستگل اومده خواستگاری دخترش، میگم چی شد ازدواج کردم؟ میگه نه خیلی وضعشون خوب نبود. یعنی مبنای انتخابش ایمان و اون نماز شب خوندنش، سلامتش، پاکیش، کاری بودن اون جوان. تازه درسش تموم شده، خب تازه داره میره سر کار، بعد از اونها میره پک موتوری کاریه. این نبود، فلانجا خونه نداشت، فلانجا با هم. قرآن میگه الذی جمع مالا و عدده، میگه مال جمع میکنن، یه دونه خونه هم نه، عدده، هی زیادش میکنن، تعدد میدن بهش، 10 تا خونه، 20 تا خونه،
به آتیشی بسوزن اینا. جوان کنارش، زوج جوان نمیتونه خونه پیدا کنه برای به خاطر ازدواج نمیکنه، این 10 تا خونه وقت نمیکنه اجاره بده. ما چقدر وقت میکنم؟ تموم شد دیگه ها؟ ساعت چند شروع کردیم؟ تا 9:20 دقیقه بعد ها. خب بازم بحث این به راحتی فردا شب قول میدیم تمومش بکنیم، چیزی اضافه تر از مقام بعدی. البته ما لای این بحث به راحت مقام شفاعت هم توضیح دادیم. ولی ان شاء الله فردا بقیه خدمتتون عرض می‌کنم. سرتون درد آوردم، عذرخواهی می‌کنم. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان. ظاهرا بعد از عرایض بنده مدعی است. صلوات علیه بفرمایید. اللهم صل